شما که یادتون نیست اون موقع شاید روزی 100 تا 150 تا روزنامه در میومد، مال هر گروه های موقع چپ و فلان و شاید 50 تا روزنامه های کمونیستی توی مملکت در میومد. بدبختی ما این بود، ما سر اول انقلاب اینجوری بود، تا یک سال دو سال بعدش این سران مرکز، سران مجاهدین تو خیابون ایران خونه ابرشمچی چیز داشتن، جلسه داشتن، شورای مرکزی بود، همه رو ما میدونستیم. به آقایی میگفتیم بگیریم، میگم نه قصاص قبل جنایت درست. ما افکار اینا رو میدونستیم، تو زندان با اینا بودیم. اینا اصلا نظام قبول نداشتن، اینا اصلا رای گیری جمهوری اسلامی رو شرکت نکردن، به جمهوری اسلامی آری نگفتن. ما بعدش اومده بودیم خواستن رئیس جمهور بشن. اونا میگفتن که اصلا اینا در رأس اینا چهاره بودن، ما باید در رأس باشیم. اونا بودن که میگفتن ارتش باید منحل بشه، میلیشیا بیار رو کار. اونا اون موقع میگفتن چرا آقای خمینی اینقدر حرف میزنه؟ حتی یه عده دیگه هم میگفتن ارتش باید منحل شه. میگم یه عده دیگه هم میگفتن ارتش باید منحل شه. نطقای روحانی تو مجلس علیه شهید چمران هستش دیگه همون موقع. حالا این حرف زیاده. میخوام بگم اونا میگفتن ارتش باید منحل بشه. دنبال این بودن که آقا دیکتاتوریه بهشی داره دیکتاتوری میکنه، میگیرن، اعلام میکنن، بله میکنن. چرا اینقدر فشار میارید از این حرفو؟ که من گفتم کی شما را اذیت کرده؟ من که اگه بچه خود شما دستگیر شدن تحویل خودتون دادم، همچین مسائلی نیست. و گفتم حالا شما کی رو تایید میکنی؟ گفت مثلا بنی صدر ما تایید میکنیم، بهشتی رو تایید نمیکنیم، به خاطر اینکه اون دیکتاتوری میکنه، قانون رعایت نمیکنه بنی صدر. گفتم اینکه از همهشون خودخواه تره. و حتی من اونجا توضیح دادم، گفتم که منم به نسبت شما، نه اینکه مثل شما، ولی منم مثل شما به این سیستم انتقاد دارم. اما انتقاد من برای سازندگی ایناست و انتقاد شما برای نابودی ایناست. من میگم اینا تجربه حکومت کردن نداشتن، اومدن یه حکومتی رو به دست گرفتن با این همه مشکلاتش، مشکلات داخلی و خارجی و فلان، ممکنه توش دو تا اشتباه پیش بیاد.